تو کیس ایرانی قبلیه ای که کاور کردم یکی کامنت گذاشته بود میشه فاز وطن پرستی بر نداری بیشتر از مقتولای دیگه براشون ناراحت نشی؟ نه نمیشه. نه که نخواما، واقعا نمیشه. اینکه ببینی یه هموطنه تو کشور غریب به خاطر نژادش، همون نژادی که تو هم داری، به بدترین شکل ممکن شکنجه میشه، صداش هم به هیچ جا نمیرسه، یه جور دیگه قلبتو میشکونه. سلام فرشته های من، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. امروز میخوایم راجع به بیژن ابراهیمی صحبت کنیم، یکی از مظلومترین مقتولای دنیا که تو سکوت خبری کشته شد و با اینکه پروندهش قاعدتا خیلی بد سر و صدا میکرد این اتفاق نیفتاد. انتظار داشتم حداقل چند تا از خارجیایی که مثل من پروندهای ترو کرایم کاور میکنن پروندهشو کاور کرده باشن، اما هیچ خبری نبود، هیچ کس کاورش نکرده. پس امروز من این کارو میکنم که حداقل داستانش شنیده بشه. بیژن ابراهیمی تو سال 1348 تو تهران به دنیا اومد. بچه کوچیکه خانواده بود، 3 تا خواهر و 2 تا برادر بزرگتر از خودش داشت. پدرش مهندس راه آهن بود، میرفت بیرون برای خانواده زحمت میکشید، کار میکرد. مادرش تو خونه میموند، از بچه‌ها نگهداری میکرد. در کل بخوایم بگیم وضع زندگیشون معمولی و خوب بود. بیژن از بچگیش عاشق پینگ پونگ بود، کل وقتشو پینگ پونگ بازی میکرد. اون زمانایی هم که بازی نمیکرد کتابای تاریخ میخوند. یه بچه کاملا عادی و شاد. اما متاسفانه زندگی شادش زیاد طول نمیکشه. 11 ساله که میشه مادرش به خاطر یه سکته فلج میشه، دیگه هیچ کاری نمیتونه کنه. و از اونجایی که بیژن بچه کوچیکه خانواده بود، غم این اتفاق و مسئولیتش از همه بیشتر میفته رو دوش بیژن. 10 سال آینده رو مادرشون تو همون وضع میمونه. خواهر برادرای بزرگترش چون زندگی و دغدغه های خودشونو داشتن، مجبور بودن بیشتر به زندگی های خودشون برسن. بیژن میمونه و مسئولیت نگهداری از مادرش. حدوداً 21 دو ساله که میشه مادرشون فوت میکنه. تا بیژن تصمیم میگیره بره دنبال زندگی خودش، متاسفانه پدرشون شدیداً بیمار میشه. بیژن بدون هیچ شکایت و چشم داشتی 4 سالم از پدرشون مراقبت میکنه تا اینکه پدرشون هم از بیماری سرطان فوت میکنه. خواهرش بعداً گفتن مرگ پدر و مادرشون بیشتر از همه رو بیژن تاثیر گذاشته بود. یه کاری کرده بود تا سالیان سال وقتی اسمشون رو میشنید میزد زیر گریه. خب دانشگاه رفتن همیشه آرزوی بیژن بود. دوستاش تو ایران بره دانشگاه تحصیل کنه، ولی چون نگهداری از پدر و مادرش همیشه اولویت اول زندگیش بود، نتونسته بود به این آرزو برسه. برای همینم تصمیم گرفت حالا که دیگه از وقت دانشگاهش گذشته، پدر و مادرش هم نیستن، بره انگلیس که حداقل نزدیک خواهرش باشه. دوتا از خواهرش ازدواج کرده بودن، رفته بودن انگلیس. یکیشون تو ایران ازدواج کرده بود، با شوهرش رفته بود. اون یکی منیژه رفته بود انگلیس به خواهر سر بزنه. اونجا با یه مرد انگلیسی آشنا شده بودن، ازدواج کرده بودن، همونجا مونده بود. خلاصه تو سال 2001، یعنی وقتی بیژن 32 سالش بود، بارو بندیلش رو جمع کرد رفت انگلیس. به کمک خواهرش پناهنده شد، یه خونه تو شهر بریستول گرفت، اونجا زندگیشو از نو شروع کرد. اوایل مهاجرتش همش استرس داشت، میترسید که نتونه خودشو با این شرایط جدید، با این فرهنگ جدید وفق بده. ولی خواهرش مدام بهش دلداری میدادن، میگفتن اصلا نترس، تو این بچه ما میمونی، ما کمکت میکنیم جا بیفتی، نگران هیچی نباش، قرار زندگی فوق‌العاده اینجا داشته باشی. اما بچه‌ها در ادامه می‌بینید که ترس بیژن بی‌مورد نبود. حق داشت از این محیط جدید بترسه. خب همونطوری که بهتون گفتم رویاش این بود که بره دانشگاه، اما چون دلش میخواست رو پای خودش وایسه نمیخواست زیاد از خواهرش کمک بگیره. خواهرش خیلی خوب بودن و هر کاری که ازشون میخواست براش انجام میدادن، ولی بیژن دلش میخواست این زندگی جدید و خودش تنهایی برای خودش بسازه. چیکار کرد؟ رفت دنبال کار که بتونه پول جمع کنه بره دانشگاه. اما طبیعتاً با میزان زبانی که بلد بود و این فکت که تازه پناهنده شده بود، کار اونقدر با درآمد بالایی نمیتونه بگیره. بیشتر به عنوان دستیار تو مغازه ها استخدام میشد. بعضی وقتا هم میرفت تو رستورانایی که نیاز به پیک موتوری داشتن، سفارشاشونو براشون میبرد. اولاش این کارا رو خیلی خوب انجام میداد، اما کم کم سنگینی کار باعث شد به ستون فقراتش فشار بیاد، کمردردهای خیلی شدید بگیره. چون بچه‌ها بیژن از بچگیش مشکل انحنای ستون فقرات داشت، کارهای فیزیکی خیلی شدید نمیتونست انجام بده. رفت این مسئله رو با خواهرش در میون گذاشت. اونا بهش گفتن خب چرا نمیری ثابت کنی که این مشکل رو داری؟ اینجا یه سیستمی دارن که به افرادی که نمیتونن کار کنن ماهانه پولی رو میدن که زندگیشون بگذره. بیژن هم میبینه
چاره ای نداره، با این شرایط نمیتونه کار کنه، میره اسمشو ثبت میکنه، دکترها معاینش میکنن، تشخیص میدن که واقعا همچین مشکلی داره، بهش کارت معلولیت میدن. از اون به بعد بیژن تو خونه میمونه، همه پولایی که بهش میدن رو جمع میکنه، میذاره برای تحصیلش و یاد گرفتن چیزای جدید. تو این مدت چون همه پولایی که دولت بهش میداده رو صرف تحصیلش میکرده، البته پول زیادی هم نبوده، چون همه رو صرف تحصیلش میکرده، پول نداشته دیگه اجاره خونش رو بده. بی خانمان میشه، میره از دولت تقاضای خونه و حمایت بیشتر میکنه. اما دولت به جای اینکه با توجه به شرایطش بهش یه خونه بده یا توی جای امن بذارتش، توی یکی از این هاستلایی که برای بی خانمانو درست کردن یه تخت بهش میده. اتفاقایی که از این به بعد میفته واقعا قلبمو میشکنه. بیژن برای اولین بار طعم جهنم واقعیو میچشه. آدمایی که اونجا باهاش زندگی میکردن به شدت نجات پرست بودن، معتقد بودن بیژن باید برگرده کشور خودش، لیاقت نداره از خدماتی که کشور اونا براشون درست کرده استفاده کنه. تو اون هاستل مدام بهش فحش میدادن و اذیتش میکردن. یه بار آب جوش ریختن روش، یه بار همگی ریختن سرش، انقدر کتکش زدن بیژن مجبور شد برای اینکه جون خودش رو نجات بده از پنجره بپره بیرون، پاش بشکنه. بعد از این اتفاق اون چند نفری که انقدر نامردانه بهش حمله کرده بودن میافتن زندان. دولت هم که میبینه واقعا جونش در خطره، یه خونه بهش میده که تنهایی اونجا زندگی کنه. اما بچه ها، یه ماه و نیم بعد از انتقالش به این خونه جدید، اونایی که کتکش زده بودن از زندان آزاد میشن، میرن میگردن خونش رو پیدا میکنن. برای اینکه حرصشون رو مردی که باعث شده بیفتن زندان خالی کنن، خونش رو آتیش میزنن. بعد فکر نکنید فقط قصدشون آتیش زدن خونه بودا، میخواستن خودش هم تو خونه بسوزه بمیره. شانس آورد فرار کرد. الان ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خب چرا خواهرش کمکش نمیکردن یه خونه بگیره؟ چون اصلا بنده خداها نمیدونستن تو این شرایطه، هیچی بهشون نگفته بود. تازه اگرم میدونستن بیژن اجازه نمیداد بهش کمک کنن، چون دلش نمیخواست برای زندگی اونا دردسر بشه، میخواست خودش تنهایی از پس خودش بر بیاد. چند وقت از این آتیش زدن خونش میگذره، میشه سال 2007. شورای شهر بریستول که در جریان این اتفاقا بود، میدونست چه بلاهای وحشتناکی سرش آوردن، یه خونه جدید دورتر از خونه قبلی بهش میده، میگه برو اینجا زندگی کن، آروم برو، آروم بیا که دیگه پیدات نکنن. بیژن میره اونجا، اما نجات پرستی به یه منطقه محدود نمیشه. همسایه های اونجا وقتی دیدن بیژن یه مرد مجرده با پوست تیره تر از خودشون و وضع مالی بد، شروع کردن به توهین کردن بهش. همش لهجه انگلیسی حرف زدنشو مسخره میکردن، لباس پوشیدنشو مسخره میکردن، بهش میگفتن پاکی برگرد کشور خودت. از کلمه پاکی انگلیسی ها برای توهین کردن به پاکستانی و افرادی که از آسیای جنوبی میان استفاده میکنن، یه جورایی که نه، یه کلمه تحقیرآمیز محسوب میشه. بعضی وقتا هم شاید باورتون نشه، سوسک صداش میکردن. بعد فقط آدم بزرگام نبودن ها، بچه هایی که تو کوچه هم بازی میکردن دیده بودن مامان باباهاشون به بیژن توهین میکنن، یاد گرفته بودن اونام بهش توهین میکردن. یه کاری کرده بودن که دیگه بیژن میترسید بره سوپرمارکت برای خودش غذا بگیره، مجبور شده بود هر آخر هفته خواهرش بیاد دنبالش، با همدیگه برن خرید کنن. تصور کنی چقدر زندگی سخت و وحشتناک میشه، مجبور بشی کل هفته رو تو خونه مونی تا آخر هفته بشه با یکی بری بیرون. چقدر سخت بوده زندگیش. البته به یه دلیل از خونه خارج میشد، نه اینکه بره بیرونا، از در خونش میومد بیرون، اونم اینکه به گلاش آب بده. جلوی خونش چند تا گلدون داشت، عاشقشون بود، میگفت رسیدگی به اونا تنها کاریه که باعث میشه حالش خوب بشه. خواهرش منیژه میگه با اینکه بیژن شدت اذیتایی که میشد و هیچ وقت به ما نگفته بود، ولی از تو چشاش میدیدیم که چقدر ناراحته، چقدر احساس ناامنی میکنه. ما فکر میکردیم ترسش از آدمایی که خونش آتیش زده بودن، همش بهش میگفتیم نه ترس، اینجا از اونجا خیلی دوره، پیدات نمیکنن، ولی نگو از همسایه‌های اینجا میترسیده. بیژن برای اینکه از خودش در برابر این اذیت‌ها دفاع کنه، رفت سازمان ضد نژاد پرستی یه پرونده باز کرد. یکی از مسئولای اونجا به اسم باتوک پاندیا که الانم فوت کرده بنده خدا، بهش گفت هر وقت اذیتت کردن زنگ بزن به پلیس که ما اینجا بتونیم پرونده بهتری برات بسازیم. اگرم تونستی یواشکی ازشون فیلم بگیر. بیژن میگه باشه، میره خونه. از اون به بعد هر موقع همسایه‌هاش تهدیدش می‌کنن زنگ می‌زنه به پلیس.
بچه ها، هیچ کدوم از زنگاشو پلیس جدی نمیگیره، اما وقتی همسایه‌های نژادپرستش برای تلافی این کارش زنگ میزنن به پلیس، هر بار بیژن رو دستگیر میکنن. بذارید چند موردش رو بهتون بگم. یه بار بیژن با یه میله آهنی داشت میزد به پله های خونه خودش که گربه خیابونی رو که هر روز بهش غذا میداد و صدا کنه. اسمشو گذاشته بود موشی. همسایه هاش زنگ زدن به پلیس، گفتن این داره با یه میله آهنی مردم رو تهدید میکنه. اومدن بردنش، همین با تو که خدا بیامرز رفت ثابت کرد این کارو نمیکرده، مجبور شدن آزادش کنن. یه بار دیگه یکی از زنایی که تو محل معروف بود به نژادپرستی رفت بهش گفت اگر یک بار دیگه علیه ما زنگ بزنی به پلیس، میرم بهشون میگم به هم تعرض جنسی کردی. بیژن زنگ زد به پلیس، طبق معمول برای بیژن کاری نکردن. فرداش زنه رفت این دروغو بهشون گفت، دوباره بیژن رو دستگیر کردن. خوشبختانه از اون لحظه‌ای که زنه داشت تهدیدش میکرد فیلم گرفته بود، مجبور شدن آزادش کنن. 5 سال میگذره. 5 سال بیژن تو این جهنم زندگی میکنه تا اینکه تو اکتبر سال 2012 یه همسایه جدید بهشون اضافه میشه. لی جیمز 24 ساله. جیمز تو همون بریستول به دنیا اومده بود، بزرگ شده بود، ولی چون 3 سال بیکار بود پول نداشت خونه بگیره. مجبور شده بود با 2 دخترش و 3 تا بچهش بیا تو این خونه های دولتی زندگی کنه. وقتی تازه رفته بودن اونجا یکی از دختراش 3 سالش بود، یکیشون 1 سالش، اون یکی 2 ماهش بود. البته یه دختر دیگه هم داشت که اونو گذاشته بودن برای سرپرستی، با یه خانواده دیگه زندگی میکرد. حالا این جیمز همیشه آدم خیلی خشن و بی‌اعصابی بود. دوست دختر قبلیش رو کتک میزد، دوست دختر الانش رو کتک میزد. تو سال 2011 هم انقدر بد مادر بچه هاشو زده بود، زنه رفت پیش پلیس. پلیس بهش به عنوان مجازات خدمات اجتماعی داد. طبیعتا همچین آدمی که به مادر بچه هاش رحم نمی کنه، قرار نیست با بیژن رفتار مهربونانه ای داشته باشه. خیلی زود تبدیل شد به یکی از بیشترین کسایی که بیژن رو اذیت میکردن. بچه ها، من دیگه بیشتر از این کشش نمیدم، وارد جزئیات نمیشم، فقط در همین حد بدونید که خیلی آزار میدید. الان میخوام برم سراغ اتفاقای 3 روز قبل از مرگش. 11 جولای سال 2013، یعنی حدوداً 9 ماه بعد از نقل مکان کردن جیمز و خانوادش به اون خونه. یه روز گرم و دلپذیر تابستونی بود. یکی از همسایه ها مهمونی باربیکیو گرفته بود. همه همسایه ها هم دعوت کرده بود. البته همه به جز بیژن دیگه. همه داشتن کباب میخوردن، مشروب میخوردن، بچه هاشون با هم بازی میکردن. یهو وسط این خوشگذرونی، جیمز که خیلی هم مست بود میره جلوی خونه بیژن، شروع میکنه به فحش دادن و توهین کردن بهش. چرت و پرتاش که تموم میشه برمیگرده پیش بچه هاش. بیژن هم یواشکی بدون اینکه از خونه بره بیرون شروع میکنه به فیلم گرفتن ازش که حداقل یه مدرک علیهش داشته باشه. متاسفانه جیمز میفهمه داره ازش فیلم برداری میکنه. با همون آبجوی تو دستش حمله میکنه به سمت خونش، در خونش رو با لگد میشکنه. بهش تهمت میزنه که تو علاقه جنسی به بچه ها داری، داشتی از بچه های من فیلم میگرفتی. میدونم لازم نیست بگم، ولی بذارید تاکید کنم این حرفم مثل بقیه حرفاشون یه تهمت کاملا الکی بود. اصلا بیژن از بچه ها فیلم نمیگرفت، شانسی اونا اونجا بودن. الان ما از اون حمله جیمز به خونش فیلم داریم. تو اون فیلمه بیژن هی بهش میگه از خونم برو بیرون، از خونم برو بیرون. جیمز هم در جواب بهش میگه اگر یه بار دیگه ازم فیلم بگیری میکشمت. من مجبورم صدای فیلمو قطع کنم چون یوتیوب گیر میده، ولی در همین حد بدونید که حتی بعد از اینکه از خونش میرن بیرون، بیژن نفس نفس میزنه. قشنگ انگار میدونه تهدیداش تهدید تو خالی نیست. بعد از این اتفاق بیژن زنگ میزنه به پلیس. پلیس میاد و میدونم باورتون نمیشه، ولی حرف جیمز رو باور میکنن. بیژن از اون صحنه که پلیس اومده هم فیلم گرفته. تو فیلم خیلی واضح میبینیم پلیس با بی‌تربیتی بیژن رو هل میده تو خونه. حرفا رو از طرف جیمز گوش میده فقط.
set in. You are coming. You are making it worse. Now get inside. به جای اینکه کسی که بی اجازه وارد خونه یکی شده تهدید به مرگش کرده رو دستگیر کنن، بیژن رو دستگیر میکنن، به خودشون میبرن. بعد جالبم هست بدونید جیمز همونجا به خود پلیسا گفته بود که اگر شما کاری نکنید خودم یه کاری میکنم، خونه‌شو آتیش میزنم. حداقل اینطوری دختران میفهمن پدرشون برای محافظت ازشون حاضر تا کجا پیش بره. No, I'm talking to you as a friend. No, you're not my friend, that's the point. I'm a police officer, you're a pain in the ass. Don't speak. Be quiet. Stemming in part from Mr. Ebrahimi apparently calling her a racist. What part of be quiet do you not understand? Shut up! پلیس اون شب بیژن رو تو بازداشتگاه نگه می‌داره، کل کامپیوتر و موبایلش رو دنبال یه اثر کوچیک از تهمتی که بهش زدن می‌گرده، اما چون نمی‌تونه چیزی پیدا کنه مجبور میشن آزادش کنن. با ماشین پلیس می‌برنش خونش، پیادش می‌کنن، ولی بیژن انقدر احساس ناامنی می‌کنه 18 بار زنگ می‌زنه به پلیس، التماسشون می‌کنه بیان ازش محافظت کنن، ولی هیچ کس بهش اهمیت نمیده. Yes, hi. My name is Bijan Ebrahimi. You've got a mob outside my door. My life in danger. Could you please come? بچه ها میگن وقتی داشتن بیژن رو دستگیر میکردن، همسایه ها با جیغ و دست و سوت داشتن پلیس رو تشویق میکردن که آفرین پدوفایل رو دستگیر کردین. ولی بر اساس نظر متخصصای IPCC که در ادامه بهتون میگم چیه، این کار پلیس یکی از دلایل اصلی به قتل رسیدن بیژن بوده. چرا؟ چون این کارشون به جیمز اعتماد به نفس قتل رو داد. با خودش میگفت اگر کار من اشتباه بود که اونو نمیگرفتن ببرن، منو میگرفتن. حالا که اونو گرفتن، پس پلیس به هم چراغ سبز نشون داده که این لکه ننگو از جامعه پاک کنم. 13 جولای 2013 جیمز و دوست دخترش شارلین به همراه یکی دیگه از دوستاشون به اسم استیون نورلی و دوست دخترش وایستادن دقیقاً جلوی آپارتمان 88، یعنی آپارتمان بیژن، شروع کردن به مشروب خوردن و بلند بلند فحش دادن به بیژن. بعدم جیمز میره جلوی در خونش، شلوارشو در میاره، رو در خونش ادرار میکنه. همون موقع بیژن به پلیس ایمیل میزنه، توش میگه سلام آقا، خیلی متاسفم که سعی کردم باهاتون تماس بگیرم، اما به محض اینکه برگشتم تو محل، اونا منو به اسمای چندشاوری صدا کردن و من نمیتونستم تو خونم احساس امنیت داشته باشم. میشه لطفاً بهم بگید کی در دست رسید که من بیام ببینمتون راجع به این مسئله صحبت کنیم؟ این ایمیل رو بیژن به یه مأمور پلیس به اسم کوین دافی زده بود. پلیس ایمیل رو تا بعد از مرگش باز نکرد. همکاراش هم بعدن تو دادگاه شهادت دادن که کوین به زیر دستاش میگفته جواب این مرده رو ندید، خیلی رو مخه. حدوداً ساعت 1:40 نصف شب که دیگه میشده 14 جولای، سر و صداهای بیرون خونش قطع میشه. بیژن حس میکنه که دیگه امنه، اونا رفتن خونه هاشون، میتونه بره بیرون به گلاش آب بده. بهتون گفتم گلاش بیشترین چیزایی بودن که تو دنیا دوستشون داشت. همیشه وقتی خواهرش ازش میپرسیدن برای تولدش چی میخواد، میگفت یه گلدون برام بگیرید. اون شبم بعد از اینکه فکر میکنه دیگه بیرون امن شده، میتونه بره بیرون به گلای عزیزش آب بده، میره بیرون، اما جیمز از پشت دیوار میپره بیرون، با یه مشت تو صورتش شکاری میکنه بیفته زمین. بعد از اینکه میفته رو زمین، انقدر با لگد میزنه تو سرش، بیژن بیهوش میشه. یکی از همسایه ها به اسم جسیکا گریفیتس بعدن تو دادگاه گفت با صدای دادای جیمز از خواب پریدم که هی میگفت میکشمت، میکشمت حرومزاده. این یعنی چی؟ یعنی واقعا جیمز تصمیم داشته بکشتش، فقط قصدش کتک زدنش نبوده. بعد از اینکه بیژن به خاطر ضربه های سرش بیهوش میشه، جیمز میره تو خونش، تینر برمیداره، برمیگرده بالا سرش، به کمک استیون نورلی بدنشو میکشن وسط خیابون، 90 متر اون طرفتر از در خونش روش تینر میریزن، آتیشش میزنن. این صحنه توسط یکی از دوربینای تو خیابون ثبت شده. Thank you.
بعد از قتل جیمز و استیون میرن رو سقف گاراژ محلشون، لباساشون رو در میارن، با یه شورت برمیگردن خونه که مثلا گیر نیفتن. بدن بیشن 10 دقیقه کامل تو آتیش میسوزه تا اینکه راننده یا آمبولانس میاد با کپسول آتش نشانی خاموشش میکنه. قسمت بدترش برای من اینه که موقعی که داشتن آتیشش میزدن ما نمیدونیم واقعا مرده بوده یا نه، نمیدونیم انقدر کتکش زدن مرده یا نه فقط بیهوش شده بوده زنده زنده آتیشش زدن، که البته فرقی هم نمیکنه، در هر صورت غیر قابل تصور وحشتناکه. پلیس میرسه اونجا، جسد بیژن رو میبرن، شروع میکنن به پرسجو کردن از همسایه ها. همسایه بغلی بیژن یه خانومه بوده به اسم اما جفریز. به محض اینکه میرن ازش میپرسن میدونی چی شده یا نه، میگه آره دیدم جیمز داشت کتکش میزد، اون مقصره، برید بگیریدش. فهمیدید چی شد؟ حداقل 2 نفر همون لحظه که جیمز داشته میکشتتش شاهد اتفاق بودن، میتونستن جلوشو بگیرن ولی تصمیم گرفتن هیچ کاری نکنن، اجازه بدن یه آدم بیگناه کشته بشه. واقعا اگر بیژن سفید پوست بود بازم همچین اتفاقی میافتاد به نظرتون؟ پلیس میره جلوی خونه جیمز، جیمز رو باز میکنه. قبل از اینکه پلیس چیزی بگن خودش میگه به خاطر اون حرومزاده پدوفایل اینجایید نه؟ پلیس میگه میدونی چه اتفاقی برای بیژن ابراهیمی افتاده؟ میگه آره، من با سرش عین توپ فوتبال برخورد کردم، انقدر بهش لگد زدم مرد، اما من جرمی انجام ندادم، فقط عدالت رو برقرار کردم، مطمئنم در آینده دختران بهم افتخار میکنن. پلیس همون لحظه جیمز و استیون رو دستگیر میکنه، با خودشون میبره تو اداره پلیس، ازشون میپرسن چرا این کارو کردید، اون فقط اومده بود به گلاش آب بده. جیمز در جواب بهشون میگه چقدر ساده اید، اون همیشه ادای آب دادن به گلا رو در می آورد، به جاش میومد بیرون به بهونه آب دادن به گلا بچه ها رو دید میزد. اینجا من برام یه سوال پیش اومده، اینکه واقعا جیمز معتقد بود بدون هیچ مدرکی بیژن پدوفایله، یا این قضیه رو بهونه نجات پرستیش کرده بود؟ نمیدونم، شما چی فکر میکنید؟ نظرتون چیه؟ واقعا به این قضیه باور داشته یا اینطوری میخواسته مردم کارش رو تایید کنن؟ به نظر خود من گزینه دوم درسته. 17 جولای یعنی 3 روز بعد از قتل، خواهرای بیژن از سفر اسپانیاشون برمیگردن انگلیس. بچه‌ها، بیژنم قرار بود تو سفر باشه. سالی یه بار خواهر برادرها با همدیگه میرفتن مسافرت، ولی اون سال بیژن نتونسته بود پاسپورتشو به موقع تمدید کنه، سفرش کنسل شده بود. اگر پاسپورتشو به موقع بهش میدادن، اگر باشون رفته بود الان زنده بود. تو قسمت پاسپورت کنترل فرودگاه جلوی منیژه و خواهرشو میگیرن، بهشون میگن شما بعد همینجا بمونید، ما باهاتون کار داریم. میبرنشون توی اتاق، 40 دقیقه بعد یه مرد میاد قضیه قتل بیژن رو بهشون میگه. منیژه گفته خواهرش از شنیدن این خبر بیهوش شده، برای خودشم اون 2 ساعت راه فرودگاه تا خونه به اندازه 2 سال گذشته. همچنین گفته مقصر اصلی این قضیه رو پلیس میدونه، چون اونا به راحتی میتونستن جلوی این اتفاق رو بگیرن اما این کار رو نکردن. پلیس 4 هفته جسد بیژن رو به بهونه تحقیقات بیشتر نگه میداره تو سردخونه، اجازه دفن بهشون نمیدن. این کارشون باعث میشه خانواده بیژن یه ضربه روحی دیگه هم بخورن، چون میگفتن ما مسلمونیم، باید جسد رو در سریع‌ترین زمان ممکن دفن کنیم. اینا با اجازه ندادنشون حتی اینم ازمون گرفتن، انگار 2 بار بیژن رو به قتل رسوندن. As a family, what do you have to say about the way in which the police handled your brother's case? Obviously they failed. They failed to protect him. در طول این 4 هفته نمیدونم چرا، ولی پلیس پنجره های خونه بیژن رو با مش فلزی پوشوند، در خونش هم کند، به جاش یه در فلزی پر خط و خش سنگین گذاشت. میگن تا هفته ها جایی که جسدش رو سوزونده بودن لکه قهوه‌ای دیده میشده. دادگاه جیمز و استیون تو نوامبر سال 2013 برگزار شد. جیمز به خاطر قتل عمد بیژن به حبس ابد با مینیمم 18 سال محکوم شد، یعنی 8 سال دیگه میتونه درخواست آزادی بده. استیون هم به خاطر کمک به قاتل 4 سال حبس گرفت که 2 سالشو گذروند آزاد شد، الان آزاده. پرونده رو همینجا بستن، میخواستن همه چی رو تموم کنن، ولی خواهرای بیژن گفتن امکان نداره بذاریم اینطوری خونش پایمال بشه. رفتن سازمان IPCC از پلیسایی که عملاً
باعث قتل بیژن شده بودن شکایت کردن. سازمان IPCC شکایت مردم علیه پلیس ها رو بررسی میکنه. IPCC این کیس رو خیلی جدی گرفت. حتی کیس به پارلمان هم راه پیدا کرد. باعث شد 18 نفر تو اداره پلیس اون منطقه تحت بازجویی قرار بگیرن. در نهایت 3 تا مامور پلیس و یه مامور داوطلب پلیس متهم شدن فرستادنشون دادگاه. دو نفرشون تو دادگاه تبرئه شدن که اون پلیس خانومه هم که بهش میگفت خفش و جزبشون بود. دو نفر دیگه شون محکوم شدن. کوین دافی همون ماموره که گفته بود بیژن آدم رومخیه 10 ماه حبس گرفت. اندرو پسمور که در روند تحقیقات پلیس به دروغ گفته بود بیژن تماس نگرفته بوده به 4 ماه حبس محکوم شد. تا الان بارها و بارها خبرنگارای مختلف رفتن تو اون محله سعی کردن از همسایه‌های بیژن مصاحبه کنن، نظرشون رو راجع به این اتفاق بپرسن، اما هیچ کدومشون حاضر به مصاحبه نشدن. حالا ما نمیدونیم از عذاب وجدانشون بوده یا امید دارن جنایتی که کردن فراموش بشه. خب به آخر این ویدیو رسیدیم. این همه اطلاعاتی بود که راجع به این پرونده داشتیم. بیژن یه مرد ساده و مهربون بود که به امید یه زندگی بهتر مهاجرت کرد، اما به خاطر معلولیتی که داشت، به خاطر رنگ پوست و نژاد و لهجهش، مورد بدترین توهین‌ها و تحقیر قرار گرفت. آخر سرم جونش رو ازش گرفتن. امیدوارم هیچ وقت دیگه شاهد همچین اتفاقایی نباشیم. روح بیژن و همه قربانیای نژادپرستی در آرامش باشه. خانواده‌اش هم بتونن این غم بزرگ رو یه جوری فراموش کنن. از این به بعد یه زندگی نرمال داشته باشن. مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. تو ویدیو بعدی میبینمتون.